کابل نیوز قدرمن لیدونکو سلام، ستړي بشي. افغان هوایی ځواکونه د عملیاتو برخه کې سم نه دي روزل شوي. د پینټاګون په یو نوي راپور کې راغلي چې افغان هوایی ځواکونو ته د هوا له لارې د اکمالاتو، هوایی بریدونه او په دې برخه کې د همغږۍ سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. سرچینه وایي دا ستونزه د دې لامل شوې چې د افغان ځمکنیو ځواکونو ته په وخت اړینه مرسته ونه رسیږي. د راپور له مخې دغه کار د افغان ځواکونو او ملکیانو تلفات هم ډیر کړي او دا خطرې هم رامنځته کړی چې ځمکنیو ځواکونو سره د هوا له لارې کیدونکې مرستې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورشي. دا راپور په داسې مهال خپور شوی چې د تازه رپورټونو له مخې د اختر په شپه د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې یولس ملکي کسان وژل شوي دي. نننی ډیالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره پوځي شنونکی او د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال ظاهر عظیمی میلمه دی. جنرال صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی او په دې له چې اخترم په خیر تیر کړی وي. بس هم د لکه څنګه چې مقدمه کې ویل، پینټاګون وایي چې افغان ځواکونه د هوایي عملیاتو برخه کې بالخصوص د هوا د لارې نه اکمالاتو کې وي سم نه دي روزل شوي. تاسو دفاع وزارت کې د کار مخینه لري، اوږد کار هم کړی هلته، بالخصوص دغه وروستیو کلونو کې چې افغان ځواکونه روزل کېده، ستاسو معلومات څه دي په دې تړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان نازنینتان، همکارایتان. ما هم عید گذشته به شما و بینندگانتان تبریک عرض میکنم. عوامل مختلفی در قوای هوایی افغانستان موجود است که هر کدام به نوبه خود تاثیرگذار بوده رو و عدم توانایی به اصطلاح کافی قوای هوایی. مورد اولی بود که این بسیار امریکایی ها دیر شروع کردن نسبت به قوای زمینی و روی ملی. سالها گذشت اما تا مدت کمو تیارای می هشت و می هفته بود از سابقه و یک دیدم تیارای این سی دو این بیست شش بود که استفاده می شود و استعمال می شود. خود تغییرات تازه آمده بود به افغانستان، جنگ هم نبود، ضرورتی هم به صورت به قوای هوایی پیدا نمی شود. به این خاطر ایالات متحده آمریکا بعد از اینکه مسئله عراق آمد، تمام تمرکز رفت به طرف عراق از یک طرف. از طرف دیگه یک روز دیگه هم در این بحث میز شما عرض کردم، یک کسی به نام جنرال ابوزید قمانان سنتکام بود یا قمانان قوای مرکزی چیز، از هم صنفی های جنرال مشرف بود. باز بسیار تحت تاثیر اندیشه های از اون بود، همیشه عقل به افغانستان که میموند، اول میرفت به پاکستان، باز میموند به کابل. باز که به کابل میموند آدم فکر میکرد که خود جنرال مشرف کرد میزنه. نگه امی یک نفر از کارکنان دفتر خوب نامای کنگری را مورد به افغانستان که مو به مو گفت. او وقتی میرفت به پاکستان بره میگوید افغانستان قوای هوایی چی میکنه، جنگ کنی طالب سقوط کرده خلاص شد. دگر این همی قدر مهم است که می خود افغان ها به این خود جور بیاین. دگر حتی قوای اردوی هم به کار نیست، اگه باشم یک اردوی 50-60 هزار نفری باشه و 70 هزار به کار نیست. در بون کنفرانس به در شل کم دا خبری دیره که دیده پاکستان اولندیز هم داو چاوی هزار و شاوی هزار و کنو تلتیان لری افغانستان. بعدن همو 50-70 هزار هم 50 هزار شد. خلاصه یک خلای زمانی ما بسیار طولانی از دست دادم برای ساخته شدن قوایوی، به خاطر از اینکه یک پیلوت خود به یک هفته تربیه نمیشه، به یک ماه تربیه نمیشه. تربیه پیلوت زمان بره، مخصوصا وقتی شما از آز نو تیارات روز میکنین، حال تیاره سی اکسد سی هست، تیاره مرکترای امریکایی هست یا دیگه تنان اشنایی که بود با موسیستم شرقی بود. این یک مشکل که دیر شده بود. مشکل دومی بود که امی تقاعد بسیار تاثیر بد کرد. یک تعداد قمانان های قوای هوایی، افسرهای قوای هوایی پیلوت ها رفتن به تقاعد. ای پیلوت هایی که نو آمدن، خب همیشه علم و تجربه دو بالا پروازه. یعنی این نیست که یک کافی باشه. علم به چای جوان آوردن خوری، خود تجربه بلافاصله به تقاعد. سوم این ناقص بودن قوای هوایی، یعنی قوای هوایی ما و شما قوای رادار نداره، قوای دافع هوا نداره. یک از سه بخش قوای هوایی یک بخش فعاله. مسئله چهارم، مسئله عزیز، کمی تجهیزات، یک تجهیزاتی نیست که کافی باشه. این تیاراتی که سوپرتکانو به جنگ دیوم جانی مورد استعمال قرار می گرفته، اینا تیارات نیست که
در عرفگیری ها هرچند که تغییرات در این آورده شده مفید هست، من نمیخوایم کور نادیده بگیرین، اما به طوری که این تیارات جدیدی 20 سالای جدید ساخته شده با توجه به عرفگیری های لایزری که داره با توجه به دقت عرفگیری اینا باید شده که قوای هوایی نتونه هم از اهداف دقیق استفاده کنه هم به موقع قوای زمینی را حمایت کنه. بوده دیگه قضیه هم خود طالبا بودند. طالبا همیشه به موقع جنگ از سپر انسانی استفاده میکنن، از قریجات استفاده میکنن، از خانه‌های مردم استفاده میکنن. خوب ناچار وقتی که نیروها به خطر بالا میرسه شما باید بزنین، وقتی که میزنین خب تلفات ملکی هم بمراد پر صورت تاسو هغه د ناتو د لومړی کلونو او د امریکا په مشرۍ نړیوال ملګری چې راغلی او تاسو ول چې لومړی کلونه ځای کړه او تر ډیره په دین توافق نه و چې افغانستان او ایز وخت اړتیا لري کنه یې تیدا څومره کاملا د قطعی ملاتړ ماموریت دغه نوې ماموریت 2012 کال نو وروسته پیلید او په دغه ماموریت که چه روزن و ملاتل و مشوره اونده هدف بلل که ده پده که دجمنه شد و چه افغان و ایز واکون بر روزل که گی پده طول و برخو که دوایی اکمال برخو که بلخصوص ویل شوی و چه ده کار بکی او اوز دستی خپل پنتاگون وی چه نه ده کارونه شو و تروسه دلیلم نده معلوم چه ولی دوی ده کارونه که خب امریکایی ها واقعا امو تعود کدشتن چی؟ و بعد از اینکه بعد از سپتامبر همون توافقات بون بود نه به او عمل کردن و نه بعد از توافقات بعدی که صورت گرفت که قوای از اینا سال 2012 که قوای افغانستان مجهز بشه که 2014 اینا از افغانستان خارج میشن. اما امی قر اردوی ملی افغانستان هم که شما ببینین تنها جوابگوی امی وضعیت داخلی است. هر مملکت، هر کشوری، هر ملتی یک اردو را که میسازه به خاطر حفظ سرحدات خود میسازه، به خاطر حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود میسازه. این اردو بر مبنای دکترینی که انتخاب میکنه با توجه به بالانس قوا در منطقه، این همسایه ما چقدر قوت داره، این همسایه ما چقدر قوت داره، این همسایه ما چقدر قوت داره، ما در بین می همسایه با چقدر قوت میتونیم همین دکترین دفاعی خود با موفقیت پیاده کنیم. ما قوای زریدار نداریم، قوای توپچی نداریم، خیلی از بخش های اردو هم مالی که تنها همین اردو جوابگوی همین مشکلات به نامنی های داخلی سنه می لازه. اردو تم تردیره ده پولیس بودن ده ورپات ده افغانستان دگه اگر دقیق حساب کنیم تقریبا یعنی نمیتونیم بگیم که یک اردوی مجهز هست که بتانه از سرحدات دفاع کنه. ما میتونیم بگیم یک اردوی هست که همین وضعیت داخلی رو میتونه همین تردیدار رفع کنه، کنترل کنه. او هم باید همیشه همین مایه بیرونی ازی مخصوصا از لحاظ مالی باشه، چون کاملا اردوی اگروی داوطلب است و اردوی داوطلب بازنگی بیشتری داره از لحاظ مالی. وست په دغسې وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، د بهرنیو ځواکونو د وتلو ورپورې شرط دي د سولې خبرو پورې، او ټینګار هم په همدې ده چې بهرني ځواکونه به وځي. د امریکا په مشرۍ دغه روان ماموریت وژمنه کوي، وایي موږ به افغان ځواکونه بالخصوص هوایي برخه کې به یې روزو. څه فکر کوئ دغه موضوع د قصد نه پرېښودل شوي وه تر اوسه پورې، که اوس چې دوی وځي دا ستونزه به څنګه حل کېږي ستاسو په نظر؟ خب همین مشکل هم باید ابعاد مختلف نگاه کنین. ما یک توافق تعهد توافقنامه استراتژیک داریم با ایالات متحده امریکا که در اونجی این بحث هم مطرح شده که از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت صورت میگیره، چی حمایت مالی، چی حمایت آموزشی و چی حمایتی که در جریان جنگ صورت میگیره. بر سه بود قضیه اشاره شده. آیا واقعا ببینین که به می توافق متحد میمانن یا نمیمانن؟ این یک سواله. آنچه که در عرف گفته میشه تالی خب میگم میمانن، اما اردوی افغانستان اردوی توانمند هست. خود رئیس جمهور غنی اگر یادتان باشه یک مرتبه گفت اگر 6 ماه ایالات متحده آمریکا کمکای خود قطع کنه ما اردوی خود دیگه نمیتونیم چیز کنیم، از لحاظ مالی اگمال کنیم. اگر به می گپ خود رئیس جمهور استناد کنین پس ما از لحاظ مالی متکیم به ایالات متحده آمریکا. متاسفانه امی کمکایی که آماده ای باعث شده که ما فکر کنیم که همیشه میایه، در حالی که تر نیست. همین نیرویی که به افغانستان حضور داشته ما فکر میکنیم همیشه هست، اینطور هم نیست.
هیچ کشور خارجی تا قیامت نمیمونه و هیچ ملتی هم قبول نمیکنه که احمد افغانستان پاره ویل کیږي چې دا په لوی لاس اردو او همدغه سي ضعیف پرې خودل شوای اکمال نشو تجهیز نشو روزنه برخه کې مزبی وی چې سمنه در روزل شوی عقیده دا ده چې امریکا او ملګری غوښته چې من تل تړلی و سود نه 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 منصفانه نیست منصفانه نیست یک کره زیادی باید ما میکردین به عنوان افغان ها به این معنی افغان میبینید خب باید میفهمینید که کمک بلای وقت تا قیامت که نیست یک برنامه ریزی میکنیم که چگونه آهسته آهسته همین اردو رو همون سیستم مکلفت یک طوری برابر نازنین که یک بخشی از اردو بخش غیر جنگی از او برای به طرف مکلفیت بخش جنگی از حال ما چقدر اردو سلس اردو کمیشه به کار قرارگاهیه از لحاظ نظامی این بخش های جنگی برای به طرف همون ماشی و دولت این بخش های قرارگاهی بیاید به طرف جوی سیست دقیقا پلانون جولاولو که استاس به نظر افغانان خپل واک در لوده خپل صلاحیتی در لوده نه. اما از لحاظ تعلیم تربیت اردوی افغانستان واقعا بپذیرین که یک اردوی بسیار توانمنده اگر مشکلی هم داشته مشکل مدیریت بوده یعنی رهبری نتونسته که از ظرفیت های داخلی اردو استفاده کنه و سیاست گذاری های دولت بوده به طور مثال 4 سال همی اردو را دادن به دست افراد غیر مسلکی از لحاظ نظامی مسلکی بودن یعنی اونم سه منصب بودم اما از لحاظ توانایی رهبری یک وزارت همی ظرفیت نداشتن شما ببینید در زمان تاریخ شاه در یک ماه 26 بس دغه ظرفیت را منځته کول دغه روزنی مسئولیت هم ناتو و امریکا ته ورپغاړه و سمین روزلی نه ببینیم بخشی به مربوط به اونا میشه ما تجهیزات کم دارین باید به ما ناتو و ایالات متحده امریکا میداد ما در قسمت تعلیم و تربیه خو مشکل دارین باید اونو با تعلیم و تربیه با ما همکاری میکنن ما در قسمت تاسیسات خو مشکل دارین باید برای ما تاسیسات کافی برای سربازای عمومی ساختن اما ما در قسمت تعلیم و تربیت مشکل نداریم در قسمت تاسیسات مشکل نداریم در قسمت تجهیزات که همون پیشتر عرض کردم با توجه به همون نگاه که جوابگوی وضعیت داخلی باشه مشکل نداریم اگر مشکلی بوده در مدیریت بوده یعنی مدیریت به دست افراد استاده که می ظرفیت نداشتن اگر مشکل بوده مشکل در پلانگذاری های دراز مدت بوده که ما طور مثال میگم اگر عیانا ایالات متحده امریکا بعد از سال 2024 کمک های نقدی خور از سالانه 5 میلیارد به 2 میلیارد کاهش داد امیتر همه چی باشه یعنی چندین الترناتیف باید ما آماده میداشتین که اگر قطع شد اگر 1 میلیارد شد اگر 2 میلیارد شد اگر 4 میلیارد شد اگر این 5 میلیارد نزدیک به 5 میلیارد بود یک برنامه ریزی دراز مدت ما برای اردوی خود هنوز هم ندارین هنیمی لازم که صحبت نکنیم اساسی ترین مشکل دارم اینجه من در قسمت تعلیم تربیت به شما بگم که یک وقت از زبان یک خارجی من صحبت میکنم به شما میگه گپ خارجی نقل میکنم میگفت نیروهای ویجی شما در سطح منطقه بی نظیر است از ما هم که امریکایی هستیم اینا بیترن به دلیل از اینی که اینا 7-8 دار عملیات شما نه خودشان انجام دادن ما اگر انجام هم دادیم همراه اینا همکاری کردن چشم آمدیم و رفتیم پشت کار خواه این طور یک توانی از لحاظ تجربه از لحاظ تعلیمات به سطح منطقه نیست حال شما اگر به روسیه خواسته باشین که نیروی ویژر تعلیم و تربیت کنین بیشتر باید تطبیقات کنین یک خانه فرضیه بگیریم دشمن فرضیه بگیریم تابتان این اگه عملیات شما رو انجام بدید عملیات عملی طول کار نکی یا کاملا کاملا یعنی توانمند از لحاظ توانمندی مشکل اینه که حمایت مالی ازی ادامه پیدا میکنی یا نه مدیریت ازی از این وضعیت ببینید شما وقتی شب خوابیم صبح بیدار میشین میگیم 5000 6000 دیوارو دیگروال بره به تقاعد خوی مشکل خلق میکنه نه ستون فقرات ستون اردو پایه های اساسی اردو از لحاظ فکری و از لحاظ عملی دیگروال های هن 6000 دیگروال سال گذشته رفته به تقاعد خود اگه شما چی توقع دارید من یک روز دیگه هم گفتم شما جنرال میخواین به اساس سلیقه خود خود تعیین میکنه بسیار خوشم هستین که من جنرال امتحان گرفتم هم یک نفر نیه بپرسه که از خودت که امتحان بگیره که به جنرال چی میفهمی از تاسو دغه ډیر اشاره تر ډیره ولسمشر ته دی او په هغه دا انتقاد کیږي چې اردونه په سلګونو جنرالانو او ډګروانانو لکه څنګه چې تاسو ویل دی په ځای چې ځایناستي او جانشین او هغه ورته ولري تقاعد شو او ډېرې منفي نتیجې ولرودي آیا په دې برخه کې له نظامي چارواکو سره یا
څوک چې پویدل هغه یې سره سلام مشورې کړي که نه دا شخصي پریکړه وي. خو ما شما سوال میکنم، همی آدم نظامی خوب بگذاریم به جای شما، از شما یک کسی بپرسه که شما موافق هستین که می دیگروال ارکان عرب که با خون ملت افغانستان تربیت شده، هنوز جوان هم هست، کارم کرده میتونه، بسیار موثر هم هست، بردو همین تقاعد بدیم یا ندیم، شما چی میگین؟ میگین نه هیچ چیزی نه. در رزمان گذشته اینطور نبود. وزارت دفاع بین جنرالای خود جستجو میکرد، چهار جنرال انتخاب میکرد، پیشنهاد میکرد برای شمور. رئیس شمور میفهمید که می جنرال مورد نظر نفر اوله، مورد دومه، مورد به ترتیبه. نگاه میکرد لیست بنابر سلادید خود خو با در نظر داشته بعضی مسئلات های مثلا که در افغانستان در روزمان ضرورت بود، یک انتخاب میکرد. حالی تو نیست، یک نفر از خانه میخواین که بیا تو به یک بخش مسلکی، با عمر خم یک روز کار نکرده با کار نظامی. خب امی میشه آدم ببره با بخش های ملکی مقرر کنه، چی ضرورت هست؟ خارجی ها میگن که یک بخش وزارت دفاع ملکی هست، یک بخش نظامی، باید بخش ملکی رو ملکی ها کار کنه. در امریکا همیتو رست، در انگلیس همیتو رست، اما اونا در همی رشته تربیه میکنن. یک نفری که میای معاون وزیر دفاع میشه ملکی، او 20 سال در بخش های ملکی وزارت دفاع کار کرده، 25 سال کار کرده، همونطور قدمه به قدمه از ماموریت های پایین آماده قدم به قدم رسیده به مثلا معاون پالیسی و استراتژی شده، یا معاون اول شده، یا معاون یک بخش دیگه شده. این که به افغانستانی کار نکنن که یک سبمنصب ورزیدی تقاعد بدن، تعدیل رتبه کنن، این ملکی بسازن، بیارن به یک پست مقرر کنن. رفتن مثلا به طور مثال یک آدم جوانی که هیچ تجربه در قسمت نظامی نداره، این را گفتم خود موین وزارت دفاع. پر صورت که را شو بیرته دقیقه در افغان هوایز و کنو در روزن برخی تا څنګه چې خپل پینټاګون ویلی دی چې د افغان او ځواکونو د اکمالاتو برخه کې او وایي بمبار او وایي عملیاتو برخه کې روزنه وي د قاطع ملاتړ ماموریت یوه مهمه برخه وه. دغه روزنه او دغه پلانونه د افغان حکومت سره په همغږۍ عملي کېده که نه؟ ناټو په خپل سر عملي کول، که چېرته افغان حکومت سره په همغږۍ، ولی په دې موده که افغان حکومت دا غږ نه پورته کوه چې په دې برخه کې زموږ کسان نه دي روزل شوي؟ خب یک از مشکلات طرف افغانی همینه که همیشه یک مشکلی که بود باز کوشش میکنم خودشان خپ چپل کنه، ایره اوریان نمیسازن تر تو خلق. ما یک مرکز تعلیمی بسیار مهم داریم، پیشرفته در شندند ایران، بسیار پیشرفته در سطح کشورهای اروپایی، اما امی قوا بسیار جوانه برای یک قوایی که بتونه جوابگوی وضعیت فعلی از لحاظ نظامی با توجه به گسترگی جنگ باشه، هم تعلیم و تربیت بیشتری ضرورته، هم تجربه طولانی تری ضرورته، هم تیارات بیتری ضرورته، هم تجهیزات بیتری ضرورته. اینا وقتی که خودشان به افغانستان بودن F-16 داشتن، F-35 داشتن، از بهترین تیارات ناتو استفاده میکردن. بله. اما حال ما فقط امی تمام تیاره بمبارد ما سوپر تکانوه به اصطلاح کرزهی سوی میگفم چرخکی ها نگه او کافی نیست، نه تجهیزات کافیه، نه تعلیم و تربیه کافیه و نه هم امی تجربه. او افراد هم که تجربه داشتن خب بیشترشون رفتن به تقاعد. پختن دل تواچ ولی افغان حکومت بالخصوص امنیتی ارگانونه غگ نه پورته کوي، ولی وایي نه چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې، تجهیز سوي سم نه دي. دوی منتظر وي چې تر څو پینټاګون یا سیګار راپور ورکړي او خلک د هغې خونه خبر شي. خوب خو یکی از بدبختی های افغانستان همینه، اگر این مشکل اوریان شه، همین مشکل مطرح شه، یک کسی که میاد به تلویزیون یا یک جای دیگه یک مشکل مطرح میکنه، اونا فکر میکنن که نمی دشمن ماست، اینطور نیست. وقتی مشکل مطرح شه یک راه حل پیدا میشه. ما یک وقت خاطر از خودم به شما بگم، من رئیس هیئت بودم، گفتم برو قلوری مرکز چیز کن، همین موجودی کن. رفتم موجودی کردم، 6000 نفر کم بود. آمدم همین راپور رو دادم کنیم 6000 نفر به اساس ما چند نفر بودیم به اساس همین لیست کم بوده. یک چند روز بودی چی نگفت، من که سخنگوی بودم آمدم گفتم که خوش 6000 نگفتم چون زیاد بود، بله کل نیروی 10000 بود. با ولایت هیچ قلوروی نشیم، گفتم همین اردو 3000 کم بود داره. شما باور کنیم که همین مثل یک زلزله صدا کرد. حتی خیلی ها کوشش کردن که من از وزارت دفاع در اون زمان بکشن، یعنی بخاطر از این که امیر چرا افشا کرده.
خواهی می مسئله به پنتاگون رسید و به سنا رسید و خواهد 10,000 رو که 6,000 کم باشه دیگه. اما همین کپ باعث شد که فوراً یک تغییرات چیزه به اصطلاح من میرش که قبول کردم بدون اجازه آمده همی گفتم خب بعد دوستای معاید کردم برطرف نکردن از جمله کسانی که معاید کرد او دقیقه ستونزه تروس پورشتا چه با آقا این رو ده چند روز پیش 42,000 اعلان کرد سیگار 42,000 ولی هیچ کس نماد کمی توضیح بده کمی 42,000 اولا که درست نیست یک کلمه گپ که شما میگیم درست نیست هیچ کس باور نمیکنه باید شما بگیم که به این دلیل درست نیست ان ما به قطعه قدر موجود داریم 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 موجود ما در سطح کل کشور می است انی هم چیز ما حبس ما عمود ثابت ما بیان سعی کنیم یا اگه کمبود داریم این کمبود به این دلایل یک کلمه نیست به نیست خودش کس باور نمیکنه خودت هم باور نمیکنی دغه د ستونزو د پټولو په پټاړو یو هغه دا ده چې دغه وی عملیاتو په اړه ویل کېږي چې په زلونو باندې خپلو ملګرو باندې د پولیسو په پوستو بمبار شوی د اردو په پوستو شوی ملکی تلفات پکې اوخت دي تازه پېښه هم ده د زرمت پېښه وه چې د اختر په شپه باندې زرمت کې عملیات وشو اوس وی چې یوولس کسان پکې وژل شوي اقدامات پخوانه کېده اوس تازه ولسمشر پاول زالبانی د زرمت د پیخ په تړاوی ملی ریاست ته ویل دي ملی امنیت ریاست ته چې تحقیقات وکړي او مسولین نڅړنې وکړي ببینیم شما ام ارز کوال کردم از لحاظ تعلیمات و تجربه کافی نیست بین قوای هوایی زمینی و قوای هوایی باید یک کوردینیشن بسیار محکم صورت بگیره یعنی کوردیناتی که قوای زمینی میده به قوای هوایی قوای هوایی خودش رو نمیبینه مثل چیز واری که ببینه ی خانه هستی برای یک کوردینات داده میشه اون کوردینات میره به سیستم خو سیستم برای میگه بزن نمی امی درست است همین جا همین هدف است ان می کوردینات صحیح هم صورت نمیگیره به خاطر چی نمیگیره به خاطر اینکه ما افراد مسلکی هنوز از لحاظ تجربه کافی نیستن من بیشتر گفتم ما قوای هوایی یعنی تقریبا از سال 2012 به طرف بگیرین ان نزدیک به 7 سال میشه یک قوای هوایی که باید تجربه کافی داشته باشه باید 10 سال بگذره تا این قوای هوایی بسیار از لحاظ مسلکی و از لحاظ تجربه از لحاظ عملی قدرتمند باشه هرچند مسلک ما هوایی نیست اما همکارهایی که ما وجود داشتیم همیشه همی امیر میگفتن که بی 5-6 سال به داخل قوای هوایی همی تجربی کافی نیست که شما بتانین و 5-6 سال همی قوای هوایی یا قوای هوایی کارکشته بسازیم افراد کارکشته هم که رفتن افراد هم که جدید آمدن جوانای بسیار فعال وطن دوست وطن پرست دیگه تحصیلات به کشورها پیشرفته کردن مثل امریکا چکسلواکیا و امارات خود چندند ایراد اما امی کافی نیست یعنی زمان میخواه که تجربیات بیشتری هم به دست بیاره وز ده سول خبری روانی دی و هیلی هم دادی چی دی نروز تا با دیر آلتی هم نپیخی گدستی عجل آقا کورانه ضرورتون تا چتاسو مخی ورد اشاره وکړه حکومت ته څه په کار دي چې اول دغه ستونزې را برملا کړي را بربنډې کړي او بیا د هغوی د حل دپاره څه کوی شي خو بسیار خوبه که یه وقت یک ستونزه یک مشکل به میان میایه همین مشکل همی در حکومت های نو مردم سالاری هست که همین مالکیت حکومت از مردم است مردم حق دارن که هر چیزی رو بفهمن اگر یک موضوعی ما کدام موضوع رو مرهم میگیم اگر همی افشای همین موضوع جان سربازای ما را به خطر بندازنه این باید مرهم نگاه داشته شه تا چه وقت مرهم نگاه داشته تا وقتی که همین خطر از جان سربازای ما خراب شه به غیر از این مشکلات های مدیریتی هر قدر که افشا بشه به مو اندازه باز راه حل جستجو میگیره من میام راه حل خمیدم او رسانه دیگه او شخصیت دیگه او شخصیت دیگه باز اینا هم باعث میشه که دیدگاه به اصطلاح قوی تری برای حل همین مشکل پیدا کنن پوت کردن مشکل حل نمیکنه بلکه خرابتر هم میکنه تجربه همی دوده هم نشان داده که همی طور هسته او آقا عجل ضرورتون از تاس په نظر کم دی بلخو پسنگلی تو گراشو او ای برخی تا ده تجهیز نه تاسو ویل شکایت که گی سمنه دی روزل شوی آقا تجهیز شوی روزنه که خپلا ناتو وی چه مشکلات پاتی دی تخنیکی برخو که با میه رادارم تاسو یاد که چاقی برخو که نروزل شوی او ناقا امکاناتش خب قدم اول که یک پلان دراز مدت و میان مدت و کتو مدت ضرورت هست که نمی اردور ما با توجه به وضعیت فعلی که داریم چه قوای هوایی چه زمینی امیر اگر کمک بین المللی داشتیم چه کار کنیم اگر نداشتیم چه کار کنیم
و چه قسم ظرفیت‌های خود حفظ کنیم، چه قسم ظرفیت‌های خود افزایش دهیم از لحاظ توانایی مسلکی، یک پلانگذاری باشه. متخصصینی که ما موجود داریم، متخصصینی که بیرون از وزارت هستند، حتی همکارای خارجی ما بیای بشینه با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان در آینده تا در 5 سال بعد اولا خاک پلانگذاری کنه. دوم با در بخش مشخص در بخش هوایی، ما گفتم از بخش هوایی از سوی اصل هوایی خود دو تایی نیست، همین یکی که هست امیر از لحاظ تعلیم و تربیه از لحاظ تربیه پس بیاریم اون مسئله منصبایی که متقاعد رفته، اگر جوانن، اگر کار کردن میتونن، اگر ضرورت هست در بخش های مختلف انجینری جای دیگه اینا رو پس بیارن. این چی دیگه داره؟ دو یو دلیل آقای پاڑ دام ده چه تکنالوژی تغییر کرده، پوزی دروسی از هر تکنالوژی تلالی وز با لویدیز و در غرب و امریکا تکنالوژی. خب شما 20 سال پیلوتین، این جوان میتونم اون تکنالوژی بیارزه، شما 20 سال پیلوتین نمیتونیم بیاموزید یا 10 سال میتونیم بیاری خود بیاری. مننه جنرال صاحب، چرا خیلی بست سلامت. تشکر از شما، تشکر از بینندهایتان. قدرمون لیدون کل تاسو، مننه چی تردید اما الله منگسر.